ببینم شما هم فکر این افتادین که مهران مدیری افتاده تو تکرار، یا این کار به نظر شما نجاتش میده از این سراشیبی بعد از قهوه تلخ؟ سلام، من مهدی گنجیفرم، امیدوارم خوب باشین. اینجا کانال مستر دکوه. بچه‌ها یه چیزی بهتون میگم که حتما این رو یادتون باشه، لایوای دست جمعی ما رفته توی کانال دیگه به نام مستر دکو لایو، آدرسش هم پایین هست، میتونید تو دیسکریپشن هم بیاد از اونها استفاده بکنید. امروز میخوایم درباره سریال قهوه پدری صحبت کنیم که قبلا یه فوش بود، پدر قهوه بود یا پدر قهوه بود که قاعدتا اون کسره رو نداشت، ولی شده قهوه پدری. یه ذره منو یاد خانه پدری کیانوش عیاری هم میندازه. قهوه پدری، کاری از خودم. اول هر کار بذارید از روند تولید قهوه صحبت بکنم. قهوه رو که خام میگیرنش، میارن رستش میکنن، تفتش میدن، میپزنش، اونجوری قهوه‌ای میشه. بعد آسیابش میکنن، اسپرسو رو میذارن در فشار و ازش عصاره میگیرن. توی تیتراژ هم دقیقا فکر میکنم اول تا آخر سریال برای ما توضیح داد که آدم هایی هستن که خامن، میان چرخ میشن، آسیاب میشن و بعد ازشون عصاره گرفته میشه، عصاره شون ازشون میگیرن و اون توفاله باقی مونده رو میندازن دور. این کار همه باریستا هاست، اگه دقت بکنین دستگاهشون رو میتکنن اینجوری. دقیقا احساس میکنم که این سریال میخواد اینو به ما نشون بده. ما با یه سریال لویی دوفونسی رو برویم، سریال فرانسوی شلوغ پلوغ موقعیت کمدی که یه سری المانها داره که این المانها توی سبک کمدی های لویی دوفونس بوده، مثلا بازی فیزیکی بدن، شخصیت های عصبانی متشنج، کلن کمدی موقعیت، یعنی در لحظه کاری کنن که بخندیم و لذت ببریم، که من واقعا تو این سریال ندیدم که همچین اتفاقی بیفته. طنز اجتماعی و طبقاتی که خانواده ها از هم بالا پایینن و اینجا هم دقیقا مشخص بود که یکی از پسرای این خانواده با یک خانواده ثروتمند خواست ازدواج کنه و با 32 فالوئر رو طنز اجتماعی رو به ما نشون میده. بحث دیگه‌ای که در مورد لویی دوفونس وجود داره، کمدی‌های این سبکی تو کاراکترهای متناقضن، دوگانن. اولش خیلی توضیح داد که با یه بسته از یه مجسمه شروع شد و رفت روی کاراکتری که متناقضه برای ما. ما نمیدونیم که زیاد مطالعه کرده اونجوری شده یا کار دیگه ای انجام داده، که یکی از پسراش توی اتاق دیدید که وقتی که وارد اتاقش شدن گفت دارم با یه شرکت صحبت میکنم، یه دستمال کاغذی روی میز بود. این دیگه کل همه حرفا رو میزنه دیگه، که ما دستمون هم بسته است توی طنز درست کردن و این مدلی نشونش میدیم. عینک سامد رخشانی هم برای من خیلی جالب بود. بچه‌ها خیلی سخته، بازیگرها خیلی زحمت میکشن و خیلی سخته که اون سیستم عینک رو داشته باشن، عینکی که باید چشمت رو منفی کنن که تو بتونی اون عینک رو بذاری و بتونی ببینی و بازی کنی. و اون عاشقانه طولانی و کمی لوس مهران مدیری کاربن گذاشته از خیلی از سریالای مثل داوینچیز. داستان داوینچیزه. حالا بحث قهوه و اون چیزی که ما دیدیم، که حالا میخوام برم پیش پدر قهوه یا قهوه پدری، کسی که کار تجارت قهوه میکنه، که چقدر مهران مدیری ایرانی نبود اینجا، که چقدر دوست داشت که چند دقیقه با ما خارجی صحبت کنه و این خارجی صحبت کردنه خیلی به دل ما نشست. میگم دل ما، یعنی دل من کلن نشست و برای من خیلی شخصا طولانی بود اون قسمت آخرش. جاله سامتی، سیما تیرانداز، سام درخشانی، فرهاد اصلانی و و دونه دونه برین جلو. حتی اون شرخره رو از سریال خوب بد جلف آورده بودن. من هر آن احتمال میدادم میگه خاخر من، خاخر من. یعنی هیچ کس هیچ نوآوری برای خودش نداشت و حتی جواد رضویان ترکیبی از درهاشیه و دوبله محمد رضا علی مردانی توی دیرین دیریناش بود. مثلا اوکیست دیرین دیرین رو برین ببینین، بیتا سهرخیز، بازی چشم رو هم چشمیه، اگزاجری سینمایی اپیدمی سینمای ایران، شبکه نمایش خانگی ایران، ملیسا زاکری، کوچه بینامش کجا، ستاره بازیش کجا، و الان میاد یه تیپی رو بازی میکنه که من فکر میکنم شبنم مقدمی قبلا اینجوری با این تیپ بازی کرده بود توی شبکه مخفی زنان، فکر میکنم اینو بازی کرده بود برام با همین تیپ صدا.
درباره شوخی‌های جنسی بارها گفتیم که اگر دستشون بسته است نکنن این کارو. ببینین اگر یه سریال کمدی بخواد بشه، اولا که هر جا که میریم میشینیم اگر یه جوکی بگن که خیلی مؤدبانه باشه زیاد همه یه خنده اینجوری میکنن، ولی اگر یه جوکی باشه که یه ذره جنسی باشه، هر چقدر درجه جنسی بودنش بیشتر بشه متاسفانه خندش برای خیلی بیشتره و خیلی جذابتره برای دیگران. ولی بیان حساب بکنیم شوخی های جنسی دایجان ناپلون و ناصر تقوایی کجا، شوخی های جنسی سریال جدید آقای مهران مدیری کجا، شوخی های دم دستی لوسی که ما از این بعد تراش رو توی اینستاگرام داریم میبینیم، حداقل اگر یه کاری میکنیم تو فضای مجازی نباشه، یا اگرم تو فضای مجازی هست و دستمون باز نیست نکنیم این کارو. خیلی مواردی بود که خودتون به عینه دیدین که توی این سریال چه نکاتی بود که بهتون دارم میگم. دسته خیلی از برداشته شاید از دست ما در رفته باشه، ولی یه نکته میگم، مشت نمونه خرواره. برای صبحونه دارن آماده میشن، آقای سام درخشانی وارد میشه، لباس مثل بسیجیا میشینه، داره صبحونه میخوره، بلندش میکنن قهوه درست کنه، خودتون نگاه کنید، پیرهن داخل شلوار و خیلی نکته های دیگه که شاید از دست من شما در رفته من ندیدیم و باید با دقت نگاه کنیم که این سریال در حد این نیست که بخوایم بشینیم چند دقیقه وقت بذاریم و بشینیم یک بار دیگه نگاه کنیم. نوع اثرایی که برای یه بار دیدن می صرفه نگاه کرد، ولی اونم تا یکی دو قسمت. بحث سریال هست که برای خیلی جا افتاده که بیایم صبر کنیم و فرصت بدیم تا دو سه قسمت، تا پنج قسمت، تا شیش قسمت که آیا ببینیم سریال ارزشش داره یا نداره. یه سریال باید همون لحظه اول میخ خودشو بکوبه که بهش میگن قوس داستانی یا پلات آرک، که همون شکلگیری داستانه که شما را میکشونه تا انتهای داستان. قسمت به قسمت یک سریال باید این کشش داستانی رو داشته باشه. حالا میگن قسمت یک معرفی کاراکترهاست. اوکی، تا الان معرفی کاراکترها رو برای ما انجام دادی، ولی بسیار سریال کشداری بود. از همون 3-4 دقیقه آخر مهران مدیریش حساب بکنید دیگه، 3 یا 4 دقیقه ما فقط رفتن یه ماشین و اکت های آقای مهران مدیری رو دیدیم، ولا غیر جلوی ماشین لباسشویی نشستیم و صحبت میکنیم و میخوایم که حالا یه صحنه عاشقانه به وجود بیاریم که بعد هی آقا بدهی چقدر بود، این چقدر بود، اون چقدر بود، بی معنی. و ما این پلات آرک یا اون قوس داستانی یا اون شکلگیری داستان رو از دست میدیم که متاسفانه مصادف میشه با این که بگیم که قسمت اول میخ خودشو نکوبید، باید صبر کنیم. به نظر من الان در موقعیتی نیستیم که دنیای امروز صبر کنیم. هزار بار من تو برنامه‌های خودمون گفتم قدرت نگه داشتن یک مخاطب به حرکت شست مخاطب بستگی داره. یک شست ما رو اسکرول میکنه و میبره و نگهمون میداره. اگر کسی از این سریال خوشش اومده حتما برای من کامنت کنه که آیا این سریال چه نکته‌ای داشت بجز سرگرمی و اینکه پرت ترین وقتتون رو براش بذارید. من نظرم رو گفتم و امیدوارم کسی بهش بر نخوره، امیدوارم کسی ناراحت نشه. سریالیه که من شاید 2 قسمت دیگه شو ببینم که بیام در این مینی سریال که فکر می‌کنم مینی سریال باشه بیام وسطاش یه صحبت دیگه بکنم که آیا شده یا نشده، و فکر نمی‌کنم دیگه به پایان بندی برسیم که در موردش صحبت بکنیم. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه با من بودین، دمتونم گرم. گفتم کانال مستر دکو لایف فقط مخصوص لایف های مستر دکوه که الان میبینید این بغل دست منم میاد، میتونین توی این برنامه که مربوط به اون کاناله نقد و بررسی دست جمعیمونو ببینین. شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.